ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد سخنرانی که در اون یک بار دیگه به تهاجم روسیه به اوکراین اشاره کرد و حمله به زیرساختهای انرژی این کشور همچنین هشدار داد درباره احتمال حمله روسیه به نیروگاه های اتمی اوکراین و یادآوری کرد که حمله به نیروگاه های اوکراین مردم این کشور رو یاد حمله حمله یاد حادثه چرنوویل میندازه و ابراز نگرانی کرد که هر حمله ای به نیروگاه های اتمی اوکراین و تشعشعات رادیواکتیوی که از اون به جا خواهد موند در محدوده در مرزهای اوکراین محدود نمیشه و میتونه یک خطر جهانی به حساب بیاد از طرف دیگه اشاره کرد به اینکه روسیه با این اقدامات به دنبال اینه که اوکراین یک زمستان سرد و تاریک رو پشت سر بگذاره همینطور اشاره کرد به فرمول صلحی که او به دنبالشه و اینکه اوکراین بیش از هر کشور دیگه ای به دنبال این صلح اشاره کرد به اینکه در واقع روسیه بسیار بزرگتر از اوکراینه ولی همچنان به دنبال گسترش کشور خودشه با در واقع حمله به کشورهای دیگه از جمله خاک اوکراین و اینکه باید در واقع در این فرمول صلحی که ولودیمیر زلنسکی به دنبالشه خاک اوکراین رو روسیه ترک بکنه امنیت نیروگاه های اتمی اوکراین هم حفظ بشه امنیت نیروگاه های انرژی اوکراین هم حفظ بشه موضوعات مختلف دیگه رو هم آقای زلنسکی بهش اشاره کرد میدونیم که او یک طرح به نام طرح پیروزی داره که گفته در دیدارش با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده ازش رونمایی میکنه در این سخنرانی با توجه به اینکه برای سازمان ملل داشت ادا میشد او صحبتی از درخواستهاش برای در واقع اجازه اجازه استفاده از سلاحهای غربی در خاک روسیه رو مطرح نکرد با توجه به اینکه هدف این درخواست بیش از هر چیز دو کشور بریتانیا و آمریکا هستند و میدونیم که رایزنی هاشو به طور جداگانه در مورد این موضوع هم ادامه میده آقای زلنسکی همینطور به ساخ ساختار سازمان ملل اشاره کرد و اینکه هیچ به گفته او طرح صلحی با کمک شورای امنیت امکان پذیر نیست به دلیل اینکه روسیه اون رو وتو میکنه و اینکه یک کشور متجاوز خودش از حق وتو استفاده میکنه برای هر اقدامی که در این زمینه قرار انجام بشه در سازمان ملل و بنابراین امکان پذیر نخواهد بود صحبت های آقای زلنسکی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته البته صحبت های قبلی او در مورد اینکه روسیه رو باید مجبور به صلح کرد با واکنش کرملین مواجه شده بود کاخ کرملین در واکنش صحبت های آقای زلنسکی گفته بود که این در واقع این موضوع یک اشتباه مرگبار هست و میتونه تبعات سنگینی برای اوکراین به همراه داشته باشه میدونیم که آقای زلنسکی قرار هست دیدارهای دیگه رو هم داشته باشه و قرار با دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا هم جداگانه دیدار و گفتگو کنه